سلام سلام به همگی شما عزیزانم، همراهان گرامی، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. امروز در خدمتتون هستیم با درست کردن یک زرشک پلو با مرغ خیلی ساده و خوشمزه. ابتدا من اینجا یک مقدار مغز نون دارم. شما عزیزان میتونید با هر قسمتی از مرغ زرشک پلوتون رو درست بکنید، هر قسمتی رو که دوست دارید. من مغز رون رو انتخاب کردم. مغز رون رو از توی فریزر در آوردم، اجازه ندادم یخش باز بشه. به همین صورت با یخ کف مایتابم چیدم. یک مقدار نمک بهش اضافه میکنم، ادویه هایی رو که میخوام، زردچوبه، فلفل سیاه و فلفل قرمز که من البته از پاپریکا استفاده دارم میکنم که دیگه خیلی هم تون نشه. شما عزیزان میتونید از فلفل قرمزم استفاده بکنید. 3 حبه سیر رو با پشت چاقو له کردم. 2 پیاز بزرگ رو خلالی کردم. اینا رو هم روی مرغم قرار میدم. من یک مقدار کره توی این مرغم اصلا و به هیچ عنوان از آب استفاده نمی کنم و به همین صورت من زیر غذامو کم می کنم و اجازه میدم مرغم آب بندازه. حدود 1 ساعت اجازه میدم این مرغ پخته بشه. وقتی که پخته شد مرغا رو برعکس می کنم که اون طرفش هم پخته بشه و هم حالت کاراملی پیدا بکنه. در اون مرحله، یعنی تو 1 ساعت بعدی، وقتی 1 ساعت اولم تموم شد، آب و زعفرونم رو اضافه خواهم کرد. بعد از 1 ساعت مرغامو برعکس میکنم که اون طرفش هم در واقع پخته و کاراملی بشه و توی مرحله بعدی زعفرون و آب کردم رو به مرغم اضافه میکنم و اجازه میدم حدود 1 ساعت دیگه باز هم مرغام پخته بشه. من زیر مرغمو خیلی کم کردم تا یواش یواش آب بندازه و با اون آب خودش این مرغ پخته بشه همراه با ادویه‌جات و کره و پیاز. توی این فاصله من 2 پیمونه برنجمو خیس کردم و اجازه میدم که یکی 2 ساعت تا مرغ پخته میشه برنجمم خیس بخوره و زرشک پلومم درست کنم. خب عزیزان، همونطور که میبینید مرغ من حسابی آب انداخته. بعد از حدود 1 ساعت حالا من مرغامو برعکس هم میکنم که اون طرفشم پخته و کاراملی بشه. حالا توی این مرحله چون باز هم میخوام مرغم به پختش ادامه بده، به پختن ادامه بده، زعفرون رو آب کردم و توی این مرحله بهش اضافه میکنم. و باز اجازه میدم که مرغم این دفعه با زعفرون حسابی پخته بشه. خب همراهان گرامی، حالا توی این مرحله یک مقدار کره رو آب میکنم و 1.5 قاشق شکر رو بهش اضافه میکنم و اجازه میدم شکرم خوب حل بشه. که شکرم توی اون کره ذوب شد، حالا زرشکم رو اضافه میکنم. این کار رو به خاطر این انجام میدم که یه مقدار ترشی زرشک رو بگیرم. شما عزیزان اگه دوست دارین که خیلی زرشکتون ترش باشه میتونین این کارم انجام ندین و فقط زرشکتون رو توی حالا روغن یا کره یه تفت کوچولو بدید. خیلی هم تفت ندید که اون رنگ قرمز و زیباش رو از دست نده. مثلا در حدود 1-2 دقیقه کافی هستش.
همطور که میبینید مرغ کاراملی من پخته شده. حالا دیگه توی این مرحله یه کوچولو هم میذارم اون یک مقدار خیلی کم آب مرغ رو هم داشته باشه. بعضی از عزیزان دوست دارن که اون آب رو روی پلوشون بریزن. حالا دیگه زیرش رو خاموش میکنم و میرم سراغ درست کردن برنجم. خب عزیزانم برنجمونم آب کش کردیم، تدیگش هم من نون گذاشتم و امیدوارم که خوب در بیاد. این مرحله که بخار برنج من داره در میاد، حالا من یه مقدار کره آب شده و آب به برنجم اضافه می کنم تا که حسابی بهتر دم بکشه و خوشمزه تر بشه. خب عزیزان من، همراهان گرامی، زرشک پلو و مرغ خوشمزه من آماده شده و من یه مقدار برنجم رو با زعفرون قاطی کردم و همینطور با زرشک ها و روی زرشک پلو با مرغ هم همونطور که میبینید تزیین کردم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. مرسی که مثل همیشه ما رو همراهی کردید. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدارتون.